من در دامن طبیعت زاییده شدم که چون دامن مادر پاک و باصفاست. بسترم صخره‌های سرسخت کوهستان، نه حریر رنگارنگ و مخمل چین فرنگستان. روز هستم از مجموعه جوایز پارسی با درود و سپاس خدمت همگی شما فارسی گویان جهان. در خدمت یکی از هنرمندان کشورمون، خواننده طبیعت، آقای امیر سینکی هستیم. جناب سینکی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خوش آمدید. سلام و درود بر شما. خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادید. امیدوارم که تمام دوستان، تمام شنوندگان و بینندگان این برنامه هر جای دنیا که هستن خوشحال و سلامت باشن مثل شما. متشکرم. خیلی متشکرم. جناب سینکی، علاقه مندم شما رو ببرم به دو دهه اول زندگیتون. محبت بفرمایید از این دو دهه برای ما و برای فارسی گویان جهان مختصری رو اگر مایل هستید بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم. ببینید، من متولد تهران هستم در یک خانواده پنج نفره که یک برادر بزرگتر و یک خواهر بزرگتر دارم. من به عبارتی تحت آغاری هستم. بعد خدمت رو عرض کنم که من خودم توی این محیط خانوادگی که یه پدری داشتم که قاضی بود و یک مادری داشتم که پرستار بود و البته پدر من تقریبا 24 سال پیش به رحمت خدا میرن و فوت میشن. مادرم هنوز سایه‌شون بالا سر ما هست، انشاءالله خدا حفظشون کنه. و اینکه خدمت رو عرض کنم، با در کنار خواهر و برادرم بچگی خیلی خاصی داشتم. من از همون تقریبا هلوش 5 سالگی علاقه عجیبی به موسیقی پیدا کردم و تقریبا از سن 7 سالگی به صورت رسمی من نوازندگی یک ساز بادی به اسم ملودیکا رو شروع کردم و بعد از اون خب یه اتفاقات خیلی جالبی داخل خانواده ما افتاد. من برادرم دوست داشت کیبورد بزنه و من وقتی که برادر خودم رو دیدم که این علاقه رو داره، من شاید بیشتر از اون مایل شدم این کار رو انجام بدم. و وقتی که کیبورد رو برای برادرم خریدن، من ظرف مدت خیلی کوتاهی تمام آهنگا رو بدون هیچ استادی یاد گرفتم. البته من نمیخوام زیاد تو بخش اول زندگی خودم در مورد موسیقی صحبت کنم، ولی هر چی که باز بخوام در این مورد حرف بزنم، گرایش پیدا میکنه سمت موسیقی، چون تمام زندگی من رو موسیقی گرفته. حتی تحصیلات دانشگاهی من، پایان‌نامه دانشگاهم، تاثیر موسیقی روی روان بوده که حالا در موردش بعداً صحبت میکنم. ولی این اتفاقی که برای من افتاد، من متوجه شدم که موسیقی تو وجودمه. نمیدونم به صورت ارسی به من رسیده یا من اکتسابی این رو از طریق مثلا حالا آهنگایی که گوش میدادم یا دایی که داشتم و نوازنده بود، این حالت به هم رسیده. به عبارتی همون نرچر یا نیچر بودنش برای من همیشه یک مطلب بوده که من بفهمم این از کجا اتفاق افتاده. ولی واقعا فوق‌العاده بود. من 5 سالم بود، ملودی با سولفژ میکردم، ملودی با دهن اجرا میکردم و به مادرم میگفتم که اینو حفظ کن، یه جایی من دوست داشتم بهم یادآوری کن. هیچکی نمیتونست حفظ کنه، منم هرس میخوردم. بعد خلاصه این شد تقریبا قبل از 10 سالگی من. من بعد از 10 سالگی اتفاقات خیلی جالبی برام افتاد، مخصوصا در سن 15 سالگی که پدرم اولین گیتار رو برای من خرید. خب شرایط مالی کلی کسی که تو ایران بودن، حتی اگر شرایط مالی خیلی خدمت رو عرض کنم که خوبی هم داشتن، ولی خب اقتصاد ایران تو فشار بود کلن. و اینکه یک نفر اگه میتونست ساز بخره، فوق‌العاده شرایط خوبی داشته. یعنی گیتاری می‌خریده، پیانوی می‌خریده یا حتی کیبورد می‌خریده. من می‌دیدم خانواده‌های خیلی زیادی نمیتونن و عاجزن از خریدن ساز و این همیشه برای من تأسف‌بار بوده. ولی به هر حال من سن 15 سالگی اتفاق خیلی جالبی که افتاد، دوست دارم همیشه شنونده‌ها و بیننده‌ها بدونن و مخصوصا شما. پدرم یک ماه حقوق همون در اصل رئیس دادگاه بودنش یا قاضی بودنش رو به من داد، نگفت خودم میام برات میخرم. 15 سالگی به من داد، به من اعتبار داد و من رفتم بهارستان و اولین ساز گیتار خودم رو از یک مغازه خریدم و یک ساز اصفهانی بود به نام نگین که من دیگه واقعا عاشق شدم، یه عاشق ساز شدم و روزی بیشتر از 6-7 ساعت کار میکردم.
که ظرف مدت تقریبا 3 سال خدا لطف کرد و من درجه استادی رسیدم و تدریسمو شروع کردم. این اتفاقات همه قبل از سن 20 سالگی من رخ داده. بسیار عالی، پس خیلی مشغول بودین و براو به شما. پس برای همینه که تا همین الانم علاقمند هستین که هدایای تولدتون هنوز سازهای مختلف باشه، درسته؟ خیلی دوست دارم که در مورد هدیه هام باهاتون صحبت کنم. بله، ولی من بیشتر یعنی در کنار سازهایی که دارم، چون خدا لطف کرده الان خیلی ساز دارم، تقریبا 5-6 تا گیتار دارم، پیانو دارم، سازهای بادی دارم و حتی سازهای کوبه‌ای دارم، ولی الان به من ساز هدیه نمیدن، به من ابزار هدیه میدن. من چون خیلی علاقه من به، چون تمام استودیوهایی که من تو ایران درست کردم، استودیوی شخصی خودم تو پایین آپارتمانم یا استودیوی رسمی من توی منطقه سیدخندان، اینها با توان عملیاتی خودم انجام شده. یعنی من دستگاه‌های مختلف، تجهیزات مختلف دارم، آکوستیک نصب می‌کنم، نمی‌دونم، علاقه دارم به اینجور کارا، کار فنیمو خودم انجام میدم. بسیار عالی. فرمودین که از بچگی تا زمان دانشگاه از عشقتون به هنر بوده، ولی میدونم که همونجوری که خودتون بهم گفته بودین با سن کم هم ازدواج کردین. اگر که مختصری از این عشقتون هم برای ما بگین و فرزندانی که دارین خیلی خوشحال میشم. خواهش میکنم، مرسی. ببینید، من خیلی، شاید عجیب باشه، شاید خیلی زودتر از حتی این دوست داشتم تشکیل خانواده بدم، ولی خب تو دانشگاه این اتفاق افتاد و من با همکلاسی دانشگاه هم آشنا شدم و تقریبا 2 سال طول کشید تا ما ازدواج بکنیم، برای که همدیگر بشناسیم. ما چالش های خاص خودمون رو داشتیم، چالش های اقتصادی داشتیم، چالش های بالاخره درک متقابل داشتیم، یه چیز طبیعی بین همه، و اون تایمی که برای ما اتفاق افتاد فرصت به ما داد که همدیگر بشناسیم. هم دانشگاهی من تو رشته روانشناسی دختری بود از عراق و دختری بود که البته خودش متولد مشهد بود ولی خانواده‌ش هم همه عراقی بودن و به خاطر شغل پدرش اون موقع توی عراق، توی مشهد متولد میشه. و من اتفاقی که برام افتاد این که خب وقتی با ایشون آشنا شدم، یه برهه خیلی ویژه‌ای از زندگی من بود، یه برهه ویژه‌ای از زندگی احساسی من بود که این منجر شد به این که ما شروع کردیم. و جالبه بدونید سال دوم دانشگاه من ازدواج کردم و سال چهارم دانشگاه ما بچه دار شدیم و من هنوز سربازی نرفته بودم. و اینکه خیلی ما چالش داشتیم، خیلی اتفاقات سختی افتاد ولی مقاومت کردیم جلوش، یعنی خیلی سعی کردیم که همدیگر درک بکنیم. سبا خانم من خیلی درک کرد تو این قضیه و خیلی کمک کرد که ما بتونیم این سختی ها رد کنیم. میدونم همه تو همه شرایط ممکنی مشکلات داشته باشن، ولی ما جنس سختی کشیدنمون متفاوت بود به خاطر اینکه آدمایی بودیم که تحصیل کرده بودیم، در این حال باید یه سری پلن‌ها رو ازش عبور می‌کردیم تا به جایگاهی که من خودم خیلی دوست دارم، هنوز دارم براش تلاش می‌کنم برسیم. من 2 تا بچه دارم، یه پسر بزرگ دارم، یه پسر 17 ساله دارم و یه دختر 9 ساله. سلامتی. به نام پارسا و مهرو. پارسا پسرمه، مهرو خانم دخترمه که الان در کنار من هست. شاد و تندرست باشین. سال دیگه که اینجا برام پیش میاد الان اینه که شما بیش از 3000 در واقع هنرجو رو تعلیم دادین. میتونم بپرسم سازی که خودتون اصلا علاقه بیشتری بهش دارین چی هستش و این هنرجویانی که میبینم هستن توی رزومه کاری شما، چه سازهایی رو شما تدریس میکنید؟ ببینید، من تقریبا 20 سال آموزش میدم. من سن 18 سالگی آموزشم رو شروع کردم و الان که 38 سالمه با معمول، چون من ساز تخصصیم ساز گیتار بوده، همیشه گیتار رو بیشتر از پیانو نواختم، ولی چون من آهنگساز هستم باید پیانو رو به صورت عمومی هم بشناسم، همین که نوازندگی شروع کنم. خب من اگه خاطرتون باشه گفتم که با ملودیکا شروع کردم. اورگ خودش یه پلتفرمی شبیه پیانوه ولی با اکتاب‌های کمتری. به خاطر همین من کلاً آشنا هستم با این سازا، ولی بیشتر تخصصم رو سازهای زهی زخمه‌ایه، یعنی سازهایی که بهش میگن استرینگ و اون سازهایی که استرینگز هستن و با پیک یا با ناخن اجرا میشن. و اینکه من این سازها رو مثل بوزوکی، مثل گیتار، مثل بیس گیتار، مثل الکتریک گیتار
و پیانو رو اجرا میکنم. حتی برای خواننده هایی که الان پیش من کار میکنن این سازا رو دارم اجرا میکنم. بسیار و تدریس هم اگه بخواین نام ببرین که با کدوم خواننده های معروف ایرانی شما کار کردین، چه کسانی رو نام میبرین؟ ببینید من در ایران با خواننده های خیلی متفاوتی کار کردم. بیشتر سعی کردم اینا نونیم باشن، چون خودم یه زمانی به کمک نیاز داشتم ولی کسی نبوده، هم از نظر اقتصادی هم از نظر معنوی، یعنی هم مادی هم معنوی. ولی با خواننده های مطرحی کار کردم. من سالهای پیش استودیوی من آقای فرزاد فرزین، مهدی مدرس، آقای امیر رسایی از خواننده های قدیم استودیوی من توی نارمک اومدن و بعد از اینکه من استودیوی خودم رو تجهیز کردم در سدخندان، دوستانی که اومدن و باشون کار کردیم، آقای علی لوپراسپی بوده، یه پارت خیلی کوتاهی آقای فریدون آسرایی بوده و شرکت من، مؤسسه من یک آلبومی رو همین اواخر برای آقای سارار عقیلی تولید کردیم به نام نگار که استقبال جهانی داشت. آلبوم نگار یک آلبوم بسیار خوب بود که باعث موفقیت بود و من خیلی خوشحالم که تونستم در خدمت این هنرمند باشم. بسیار عالی. شما رو خواننده طبیعت مینامند. میخواییم که وارد این مقوله بشیم و در این ارتباط صحبتی رو با مخاطبان جوایز پارسی داشته باشیم؟ چرا که نه. ببینید اکثر اتفاقاتی که در زندگی ما ها میافته در بچگی مونه، یعنی پدر و مادرها وقتی که یک سمت و سوی خاصی رو برای ما ایجاد میکنن، ما برای اینکه لذت ببریم برمیگردیم از نظر روانی به دوره بچگی مونه. مثلا اگه مادر من یا پدر من، به فرض دارم اینو براتون مثال میزنم، اگه علاقه به یک بخش خاصی، مثلا بخش اتفاقات تاریخی داشته باشن، من وقتی بزرگ میشم این اتفاقات تاریخی منو میکشونه سمت همون فرهنگ و میرم سمت و سوی فرهنگ و حالا اتفاقات وابسته به اون. تو خانواده ما، من پدرم یکی از اون چیزایی که خیلی دوست داشت بحث کوه بود و رفتن به فضای دامن کوه و اون علاقه‌ای که داشت به پیاده روی و اینها. خیلی هم عجیبه که این علاقه رو داشت ولی خب دنیا یارش نبود خیلی و خیلی زود از دنیا رفت. ولی اتفاق این است که به من رسید، یعنی اون علاقه در مورد طبیعت به من رسید. البته در مورد همه بشریت این حالت هست، یعنی علاقه به طبیعت تو وجود همه هست، ولی در وجود خود من اینطوری نهادینه شد. من به خاطر علاقه‌ای که داشتم، الان چند سال شروع کردم در دامن طبیعت دارم موسیقی اجرا می‌کنم به صورت رسمی، یعنی میرم در دامن طبیعت، تجهیزات خودم رو میبرم. این تجهیزات شامل لپتاپ هست، کارت صدا هست، کیبل ها و کابلای مربوطه هست و دوربین فیلم برداری حرفه‌ای هست و خودم اجرا میکنم زنده لایو، اینو میخونم و بیننده ها اینو میبینن تو صفحه اینستاگرام من. و این اتفاق باعث میشه که من فکر میکنم که خیلی آینده داره این کار. چرا؟ به خاطر اینکه مردم از شرایط حالا کرونا یا اتفاقات دیگه و اینکه خیلی مردم بیشتر تو خونه هاشون هستن، به این نیاز پیدا میکنن که برن و طبیعت رو ببینن. حالا ما میتونیم با تولید یه سری محتواها تو طبیعت به دوستانی که خیلی سختشون از خونه بیان بیرون کمک کنیم که این حالت موسیقی و طبیعت رو حس بکنن. به خاطر همین من دست به کارهای عجیب و غریبی زدم. مثلا برای اولین بار تو دنیا من به عنوان یک ایرانی سعی کردم که یک کار خیلی خوب و خاص بکنم و رفتم روی مرتفع‌ترین نقطه ایران در روی کشور ایران، قله دماوند، یه موسیقی رو اجرا کردم و خیلی براش تدارک دیدم. 2 سال براش زحمت کشیدم تا این اتفاق افتاد. اگه دوست داشتید من سر فرصت اینو براتون داستانش رو مختصر تعریف میکنم. بله حتما، با کمال میل مشتاقیم که بشنویم. ببینید من یک رکورد جهانی تو موسیقی برای تولید اجرا کردم در تالار رودکی و این متعلق به سال 1394 هست که من خواستم برای کمک به کودکان کار و کودکان جنگ یک برنامه‌ای برگزار بشه که من خودم رو محک بزنم بودش. چون من سرعت خدا لطف کرده سرعت خیلی بالایی در ترانه نویسی و در آهنگسازی و تنظیم دارم و برام یکی از هنرجوان به من گفتش که میتونی خودتو یه محک بزنی. من تو ذهنم افتاد که تو تقریبا 10 ساعت 10 تا قطعه رو، 10 تا آهنگ پاپ رو از 0 تا 100 درست بکنم و این رو ارائه بکنم. خیلی کار عجیب غریبیه، یعنی شما 10 تا شعر بنویسی. خیلی من سر این کار خیلی مخالف پیدا کردم که تو داری هنر رو تحت تاثیر سرعت قرار میدی، چون هنر سرعت نمیطلبه. و
ولی اصلا کسی تو دنیا نیست تعیین بکنه که یک نفر، یک شاعر، یک خواننده، یک آهنگساز از چه سرعتی برای تولید این قضیه برخوردار هست و خدا چه نعمتی رو بهش داده. و من این رو داشتم و خدا لطف کرد. یه اتفاق جالبی که برای من افتاد که تونستم به جای 10 ساعت تو 9 ساعت و 20 دقیقه که یه سرتیفیکیتم در موردش دارم که ثبت شده بین‌المللیه، یه کمپانی حمایت از استعدادهای ایرانی و استعدادهای جوان که یه دوستی من دارم، حتما دوست دارم تو برنامه شما شرکت بکنم که این انسان فوق‌العاده است، به من تو این مسیر کمک کرد که من این جریان رو ثبت بکنم. خواهش می‌کنم این جریان رو ثبت بکنم و تو 920 دقیقه تولید انجام شد با حضور داورای بین‌المللی. وقتی که این داستان انجام شد، من به فکرم افتاد، به خودم گفتم امیر، تو یک کوهنوردی، یک مثلا طبیعت دوستی، چرا این کارو تو طبیعت انجام نمی‌دی؟ این فکری که تو ذهنم افتاد خیلی برام هزینه بر بود، هم از نظر فیزیکی، هم از نظر مالی، حتی روانی و معنوی. 2 سال طول کشید که من این پروژه رو پیاده کنم. سال اول از طریق کمک فدراسیون کوهنوردی رفتم، با یه تیم اسلوونیایی رفتم رو قله دماوند، شکست خوردم و نتونستم اصلا صعود انجام بدم چون برنامه‌ریزی درست نبود. بعد 1 سال بعد با یه برنامه‌ریزی درست ولی تحت فشار خیلی خیلی زیاد، من موفق شدم این اتفاقو رقم بزنم. اونم این هستش که من یک اسپانسری پیدا کردم، خیلی از کارم خوشش اومد، ولی متاسفانه 3 روز قبل از اجرای من تماس تلفنی من دیگه جواب نداد و من مجبور شدم تمام هزینه‌های سفرم رو، اون یعنی اون برنامه‌ریزی که داشتم با تیم 3 نفرم رو، خودم به تنهایی اجرا بکنم. و حتما ویدیوشو براتون بعداً میفرستم، یه مستندی من با دوربین درست کردم از تک تک لحظه‌هایی که من رفتم صعود کردم و یک آهنگ رو به نام خطه آزادگان، یعنی ایران جاییه که برای آزادها و آزادگان هست، رو تولید کردیم. شعر بسیار زیبایی داره و من توی تهران کارو درست کردم ولی رو قله دماوند خوندمش و ضبط کردم. این کار خیلی پیچیده است از نظر ضبط. شما فکر کنید تجهیزات صدا برداری باید برید رو قله، کار بسیار عجیبیه. اونجا باد میاد، نمیدونم مشکلات هست، نفس آدم مشکل پیدا میکنه، کمبود اکسیژن هست. و این یه اتفاق خارق العاده بود که من موفق شدم و متاسفانه پای چپم هم آسیب دید تو برگشتن از دماوند چون تجهیزاتمون خیلی سنگین بود. یه چیز جالب در انتهای صحبتم بگم، اگه واقعیتش رو بخوای، کوهنوردی خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ایه، ولی وقتی شما از یه ارتفاعی بالاتر بری، تجهیزاتت هم سنگین باشه، هیچ اسپانسری هم نداشته باشه که کمکت بکنه، که بیاد مثلا یه سری شرپا بیان وسایلتو ببرن بالا، تو خودت بری، مجبور میشی تو کولت کوله 15 تا 20 کیلوگرم وزن داشته باشه. هر 1 گرم بالای 5000 متر انقدر سنگین خودشو نشون میده که شما باورتون نمیشه. من الان کرونایی ها رو درک میکنم، اونایی که به ریهشون، برش ریهشون اتفاق میفته، من الان درک میکنم که چقدر اینا تحت فشار قرار میگیرن وقتی اکسیژن کم میشه و چه اتفاقاتی میفته. هر یک قدم برشون خیلی خیلی سنگین تموم میشه. حالا به هر حال این اتفاق برای من افتاد و ما موفق شدیم. چند تا تیم انگلیسی بودن اونجا، چند تا تیم از دبی اومده بودن، ایرانیایی که ساکن دبی بودن، چند تا بچهای کرد اومده بودن. سیمتر آخر اینا به من کمک کردن. سیمتر آخر من کولمو دادم دست اینا. یه جایی بود خیلی سخت بود، اونجایی که از قله دماوند گوگرد میاد، اگه دیده باشید یه دود گوگردی هستش میاد، و اونجا به من کمک کردن. من کولمو بردم بالا و دیگه نشستم، تجهیزاتو باز کردم و خوندم و این رکورد رو ثبت کردم. مورد تایید فدراسیون کوهنوردی قرار گرفت، من حکمشو دارم. و 2 تا رکورد جهانی، مرتفع ترین خوانندگی در دنیا و مرتفع ترین رکورد صدا، یعنی سان ریکورد رو من توی دنیا ثبت کردم به نام یک ایرانی. بسیار عالی، براو به شما، خیلی متشکرم. در مجلات فارسی زبان اسم شما بوده، اشاره کردید در ارتباط با انجیو ها و کارهای به هر حال خیرخواهانتون، میخواین یک مقداری بیشتر در این ارتباط صحبت کنین با مخاطبان جوایز فارسی؟ خواهش میکنم. ببینید، خدمت رو عرض کنم که این مسیری که من تو زندگیم طی کردم، من ناچار، این از کلمه ناچار استفاده میکنم براتون که شاید بهتر قابل لمس باشه، من چون خودم خیلی سختی کشیدم، این سختی رو همه میکشن، هر کی به یه نوعی، چه اون کسی که پول داره، چه اون کسی که پول نداره، چه اون کسی که مکنت مالی داره، چه کسی که نداره. ولی من تو این مسیر یه سختیایی کشیدم که آدم‌هایی که سنسیتیوشون، یعنی احساسات، یعنی از نظر حسی قوی‌ترن نسبت به بقیه، بس کسایی که فعالیت‌های هنری انجام میدن، اینها بیشتر هم تأثیر می‌گیرن از محیط. به خاطر همین من شاید این اتفاق برام افتاد.
خدا کمک کرد. یکی از یه سری از دوستان از شاگردای من به من پیشنهاد دادن، منم خودم خیلی دوست داشتم که بریم شیرخوارگاه ها تو ایران، بریم مراکز بهزیستی و هم برای پرستارای اجرا بکنیم که خیلی زحمت میکشن و واقعا حقوقشون کمه، هم برای بچه‌هایی که اونجا هستن. براتون مثال بزنم جالب میشه. ما رفتیم شیرخوارگاه شبهی، این رو خیلی دوست دارم دوستان با دل و جون واقعا بشنون، ببین چه اتفاقی میفته. ما بچه‌هایی تو ایران داریم که بی سرپرستن، بچه‌های بی سرپرست تاریخ تولدشون مشخص نیست و اینها تو یک روز، ما تصمیم گرفتیم تو یک روز براشون یه تولد مشترک بگیم و براشون ساز بردیم، اینا دور هم جمع کردیم و این تولدی که براشون گرفتیم، وقتی ما نور سالن رو، این نورای رقص نور هستش تو سالن روشن میکنن، روشن کردیم، این بچه‌ها انگار وارد بهشت شده بودن. شما باورتون نمیشه که چه احساساتی داشتن، چقدر خوشحال بودن از اینکه مثلا میتونن یه موسیقی رو از نزدیک ببینن، نوازنده رو ببینن، خواننده رو ببینن، این نورا، رقص نورا رو ببینن. خیلی براشون جذاب بود و من خودم یه خاطره خوب برام ثبت شد. اونا لطف میکردن به ما، یه بهش میگن سرتیفیکیت نمیشه گفت بهش، یه تقدیرنامه میدادن. این تقدیرنامه ها رو من همشون رو جمع کردم و برام یه یادگاری شده. خیلی دوست دارم، خوشحال میشم میبینم بعضی از هنرمندا این کارو میکنن و بعضیشون تو خفا این کارو میکنن، یعنی نمیان همه جا جار بزنن که ببینید، چون یه بخشی از مارکتینگه که شما بگید من دارم کار خیرخواهانه میکنم. ولی ما اون موقع اینو مسکوت نگه داشتیم، دلی این کار رو میکردیم، قلبا دوست داشتیم کار بکنیم. بسیار عالی، براو به شما. در ارتباط با اینکه با هم صحبتی رو داشتیم کوتاه قبل از این برنامه، فرمودین که علاقمند هستین که هنرمندان جوان یا کسانی که تو رشته‌های هنر هستن و نمیدونم الان در حال حاضر دارین این کار رو انجام میدین، یکی از به قول معروف گلهایی هستش که برای زندگیتون دارین که هنرمندان رو به کوهنوردی تشویق کنین. آیا این اتفاق افتاده یا اتفاقی که در آینده نزدیک میفته؟ بله، اتفاقا خیلی چیز جالبی گفتید. من میخواستم از همه مردم، کسانی که علاقمندانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن، بخوام هر کاری میتونن بکنن این برنامه کوهنوردی رو تو برنامه زندگیشون بگنجونن. اولا که برای ایرانی ها فوق‌العاده خوبه، چون ورزش کم هزینه ایه، بسیار مفرحه و استقامتی محسوب میشه چون برای تنفس فوق‌العاده است. و من به تمام هنرمندا و حتی همکارای خودم تو عرصه تولید اصلا پیشنهاد کردم که بیان و با من همراه بشن و برای کوهنوردی، به خاطر اینکه تاثیر روانی فوق‌العاده زیادی میذاره و کسایی که کلا تو فشار هستن یک مقدار زیادی از استراپ ها و استرساشون رو میگیره بحث کوه، خیلی بهشون کمک میکنه. و تا جایی که تونستم خواننده ها رو همراه کردم. ما یه تیمی داریم، البته این تیم بعضی موقع خواننده ها نمیان، بعضی موقع میان، بعضی موقع کسای دیگه جایگزین میشن. تو کوه میریم با هم میخونیم. تو سربالایی ها خیلی سخت خوندن، اونجا محیط خشکه، شاید برای حنجره خیلی خوب نباشه، ولی این کار رو انجام میدیم و یه سری هم با ما همراه میشن. مثلا وقتی میرسیم به ایستگاه 5 توچال، اون وقتی داریم اجرا میکنیم و خوانندگی انجام میدیم، اتفاق خوبی که میفته این هستش که کسایی که دارن میان حالشون همه خوبه. چون میدونی تو کوه، من میگم همیشه کوه مثل انگلیس میشه، تو انگلیس همه به هم چاق سلامتی میکنن، احوال پرسی میکنن بدون اینکه همدیگه رو بشناسن، این یه رسمه. ولی تو کوه این اتفاق میفته، همه به هم میگن خدا قوت، خسته نباشین، نمیدونم گروه قوی، گروه ماشاءالله، این حرفا. و این خیلی اتفاق خوبیه، امیدوارم که همه این کارو بکنن چون ورزش فوق العاده است. بسیار عالی. با این حس و حالی که انداختین تو این گفتگو، فکر میکنم نه تنها منو بلکه بسیاری از فارسی زبانان دنیا رو بردین به دوران کودکی و نوجوانی و به حال همه ما به همین شکل بزرگ شدیم و بسیار جذابه و واقعا درست میفرمایین. اگر که بخوام از جناب سینکی بپرسم، خصوصا در چند سال گذشته، دو سه سال گذشته، دنیای سوشال مدیا چه نقشی در هنر شما یا در زندگی روزمره شما و هنرمندان دیگه داشته؟ نظرتون چیه؟ ببینید، من چند سال پیش متوجه شدم که فضای بازار فیزیکی پخش آهنگ داره به مرور زمان کمرنگ میشه. یعنی شما نمیتونستید دیگه سی دی رو، میتونستید ولی دوست نداشتید، چون همه مردم دوست داشتن خیلی راحت یه چیزی دستشون بیاد. البته دنیا داره این سمتی پیش میره که همه دنبال راحتی هستن و من دیدم که اون حالت فیزیکی داره حتی تو فروش آلبوم هایی که ما خودمون تولید میکنیم از بین میره. بنابراین ناچار مجبور بودیم بریم سراغ همون بحث سوشال مدیا.
و پلتفرم‌های مختلفی رو به ما پیشنهاد شد. البته من خودم خیلی اوایل نمی‌شناختم مناسب، شاید اول با یه سری از اونها که ساده‌تر بودن شروع کردیم، ولی الان انقدر جالب شده و انقدر تولید محتوا فوق‌العاده شده که من فکر می‌کنم درگاه‌های خیلی زیادی برای هم تولید درآمد هست، همین که برای دیده شدن. و من هم دارم تو این مسیر تلاش می‌کنم، به دوستام هم توصیه میکنم که زودتر، اونایی که حتی قدیمی و سنتی فکر میکنن، زودتر به این سیستم بپیوندن و حتی الامکان از درآمد مالیش هرچند برای ایرانی ها کمتره استفاده کنن. مثلا من با یه شرکتی الان قرارداد دارم تو آلمان، آثار خودم رو میدم، ما مجبور شدیم با اینجور شرکت ها 50% کار بکنیم. شاید خوب نباشه که من اینو مطرح کنم، ولی ببینید من دوست دارم یه اتفاقی بیفته که تو ایران ما ها بتونیم 100% از حقوق خودمون دفاع بکنیم و استفاده کنیم. امیدوارم این فضا حتما ایجاد بشه که ایجاد میشه در آینده. بسیار عالی، همینطوری که میفرمایید. در ارتباط با پیشکسوتان آقای امیر سینکی دوست دارم بدونم و بدونم که چه کسانی در واقع الگو و اسوه شما بودن. چقدر خوب شد سوال کردید. من ممکن بود یادم بره، بعدا افسوس بخورم. ببینید، من اولا که مرحوم محمد نوری استاد آواز من در سال 1380 تقریبا 20 سال پیش بودن. آقای استاد شفقی نژاد شاگرد ایشون استاد من توی سولفژ بودن. استاد جم استاد من توی گیتار بودن. آقای وطندوست استاد من توی سولفژ بودن. البته با بعضی از اینا خیلی برهه کوتاهی رو کار کردم، ولی من اوایل زندگی مخصوصا تا سن تقریبا میتونم بگم 20 سالگی هیچ استادی تو موسیقی نداشتم، چون ما فقر آموزش هم داشتیم. یعنی ما میرفتیم توی خیابون جمهوری، یک جایی بود به نام فروشگاه اسکندریان که یک شخصی بود که فکر کنم ارمنی بود و ایشون، ما میرفتیم با سختی پاساژش رو پیدا میکردیم، اون مغازش رو پیدا میکردیم و یک نوتی که کپی شده بود رو مثلا از کتاب خوان مارتین که فلامنکو هست، آموزش فلامنکو هست، میگرفتیم میوردیم با نوارش خودمون گوش میکردیم، تمرین میکردیم. و خب بعد از اون اتفاقات خیلی دیگه افتاد. من یکی از استادامو یادم رفت، آقای دکتر صالحی، فوق تخصص حنجره، ایشون تو تهران هستن هنوزم، امیدوارم سلامت باشن. ولی خب من از حضور این استادا استفاده کردم. الانم پیشکسوتای من در عرصه تولید موسیقی اساتید خیلی بزرگی هستن، مثل آقای چاوشی، کمپانی بل، اگر استودیو بل اگر بشناسید، و آقای موسوی، کمپانی یکی از کمپانی معروف ایران، آقای همتپور و دوستان دیگه که قدیمی کارن و حرفه‌ای تو بحث تولید و انتشار موسیقی و فعالیت فرهنگی دارن کار میکنن. خیلی ممنونم. اگر که بخواین در واقع صحبت هایی رو، یا اینکه اسمشو بذاریم نصیحت هایی رو برای نوجوانان و جوانان، میدونم خودتون پسر نوجوانی رو دارین، بخواین بهشون نصیحتی بکنین در ارتباط با هنر، ورزش، چه صحبتی با این عزیزان میخواین؟ ببینید، من تو زندگی یه چیزی متوجه شدم، اینی که بعضی از پدر مادرها میگن حتما بیا توی شغل من یا حتما بیا توی فن من، به خاطر که من این رو رفتم و اون چالشش رو رد کردم. من تا 10% این فشار رو، تقریبا 10-15% این فشار رو وارد میکنم، که نهایتش 20%. ولی معتقدم که خداوند کاری رو در وجود همه ماها کرده که هر کدوممون بگه توی تایمی، اون دوران بحران هویتمون رو که ازش عبور میکنیم، یعنی این که ما نمیدونیم میخوایم چی کار بشیم در آینده رو که رد میکنیم، وارد این قضیه میشیم که اون چیزی که دوست داریم و خودمون پیدا کنیم بهتره. ببین، من در مورد نصیحت بگم، چون من آدمی نیستم که بخوام خیلی وارد این قضیه بشم، خودم خیلی دوست ندارم نصیحت بشم و اینا، ولی تنها چیزی که خیلی دوست دارم همه بدونن این که تنها فاکتور موجود تو دنیا که نه زمان داره نه مکان داره نه میشه هویتش رو خیلی درک کرد، عشقه. معتقدم هر کسی به هر چی عشق داره بره داخل همون. اصلا این که مثلا پدر من میگفتش که، مثلا یه حرفی به من میزد، میگفت به من بچگی تو مدرسه گفتن که میخوای چیکارشی، گفتم میخوام بنا شم. پدر من میخواسته دوستش بنا شه ولی قاضی شده بوده. میدونی منظورم چیه؟ مثل سیوی میمونه که میندازی بالا، هزار تا شرط میخوره بیاد پایین. بنابراین به نظر من فشار نیاد به بچه‌ها بهتره، یا نصیحت نشه بهتره. تنها اینه که عشق تنها چیزیه که زمان نداره. بچه‌هایی که عاشق بشن، عاشق هر چی که بشن، بهشون کمک میکنه. چقدر زیبا، خیلی ممنونم. در انتها آقای سینکی، اگر که حرفی از دلتون دارین که میخواین به همکارانتون، هنرمندان دیگه، اطرافیانتون اصلا بگین، بفرمایین، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من یه آرزویی دارم، میخوام این آرزو رو توی این برنامه مطرح کنم. نمیدونم این ویدیو چجوری میچرخه و کجاها میره، ولی میدونم یه روزی یک نفری که قلبش تحت تاثیر حرفای من، به خاطر اینکه این حرفا از دلم میاد قرار میگیره، این رو با تمام وجود بگم، امیدوارم اون بشنوه و بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم و این اتفاق بیفته. من آرزو دارم با توجه به رویایی که توی آینده تو زندگی خودم دارم، یعنی من یه ویژنی تو زندگی خودم دارم، یک دورنمایی دارم که دوست دارم این اتفاق بیفته و تصویرش رو دیدم. کسی مثل من صداش اصلا شنیده نشده یا خیلی کم شنیده شده. من همیشه خدا رو شکر میکنم که تو این جایگاه هستم، به خاطر اینکه در رویایی الان دارم زندگی میکنم که رویای قدیمم، مثلا یه شرکتی داشته باشم، بتونم آهنگسازی بکنم، کلی شاگرد داشته باشم و اینا. ولی یه رویای دیگه دارم، برای اینکه دوست دارم برای دنیا این اتفاق بیفته. شاید این رویای بزرگی باشه، ولی مال من دارمش الان. امیدوارم اون روز اون دوست من که قراره با هم بعداً همکار بشه صدای منو بشنوه و به من اوکی بده که این کارو بکنیم. من به شدت تو زندگی خودم خب تلاشامو کردم، همه زحمتامو کشیدم، 500 تا آهنگ درست کردم، ساختم از شعر، ملودی، تنظیم، کتاب شعرم به زودی میاد بیرون، کتاب خاطرات سعود دماوندم میاد بیرون. خیلی زحمت کشیدم. الان خیلی دوست دارم یک کسی بهم اعتماد کنه، یک فعالیت مشترکی رو انجام بده. این فعالیت مشترک شامل بخش معنوی و بخش مادی میشه. تو بخش مادیش میخوام صدای خودم رو به دنیا برسونم، چون من اعتقاد دارم به یک شهری به نام شهر آرزو که ایده یکی از دوستان ما هست، ایده یک خانومی هستش که اوورد، اسمش رو ایشون اوورد، ولی من قبلا هم به این فکر میکردم. دوست دارم که با یک سرمایه گذاری مشخص یک پرسونال برندینگ اتفاق بیفته برای من و توسط این پرسونال برندینگ برای امیر سینکی اتفاقی بیفته که همه دنیا این صدا رو بشنوند. چرا بشنوند؟ برای اینکه من به خاطر یک رویا رفتم رو قله دماوند، به خاطر اینکه به ایرانیا بگم شما حتی اگر سالها پشت میز نشستید، اگر سالها تو خونتون بودید، اگر سالها حتی به یک شغل معمولی دست دادید یا کارهای معمولی تو زندگیتون کردید، یک روز میتونید متفاوت باشید. اون یک روز روزیه که تصمیم بگیرید متفاوت باشید. من میخوام این دیالوگم به همه برسه، بنابراین نیاز به پرسونال برندینگ دارم. برای نیاز به یعنی رسیدن به پرسونال برندینگ، دوست دارم یکی رو من سرمایه گذاری کنه، روی امیر سینکی، روی شخصیت امیر سینکی. براش پروپوزال تهیه کردم. این پروپوزال خیلی تمیز و منظمیه، حتی بازدهی مالیش هم مشخص کردم. دوست دارم یک نفر بیاد این همکاری رو با هم انجام بدیم و به یه سرمنزلی برسه و بعدش برنامه‌های خیلی خوبی دارم که قابل تشریحه، ولی از این برنامه خارجه، یعنی نمیتونم الان، زمانش نیست که بتونم توضیح بدم. همین، خواستم یه کسی بیاد که صدای منو بشنوه و به من اعتماد کنه. حتما همین اتفاق ها قراره در جوایز پارسی بیفته و ممنونم که از دلتون برای ما گفتین، سپاسگزارم که از زندگیتون برای ما گفتین. به هر ترتیب اگر که اجازه بدین تا دیداری بعد، تا گفتگوی بعد، در اینجا از تمامی فارسیگویان جهان، مخاطبان جوایز پارسی، خداحافظی کنیم. آیا شما صحبتی دارین؟ بفرمایید قبل از اینکه. متشکرم. برای همتون هر جایی که هستید آرزوی سلامتی می‌کنم. خیلی متشکرم. مرسی. شاد و پایدار باشید. متشکرم.